در دنیای ارزهای دیجیتال، ارزهای مختلفی با کارایی‌های متفاوتی وجود دارند. در این بین دسته مم کوین ها بسیار پرطرفدار شده و سودهای خوبی به سرمایه گذارانش رسونده. البته که این دسته از ارزها تحلیل و فاندامنتال درست و حسابی ندارن و بر اساس هیجانات کاربران و خرید و فروش نهنگ ها، پامپ ها و دامپ های زیادی دارن. در این بین ارز دوج کوین از اولین مم کوین های بازار بود که با رشد های فوق العاده ای که داشت تونست تا 10 ارز برتر ارزهای دیجیتال صعود کنه و باعث تعجب خیلی از کارشناسان حاضر در این حوزه شد. 369 های عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به این موضوع بپردازیم که شیبا هولد کنیم یا دوج کوین. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. معرفی دوج کوین. دوج کوین در سال 2013 توسط دو دوست به اسمهای جکسون پالمر و بیلی مارکوس ساخته شد و هدف خاصی برای پروژه خودشون طراحی نکردند. این ارز رو تنها برای پرداختهای خانوادگی و دوستانه و کارهای خیرخواهانه در نظر گرفتن. این ارز دارای بلاکچین اختصاصی خودشه و از سیستم ماینینگ استفاده میکنه و تعداد توکن‌های اون نامحدوده. یعنی مثل بیت کوین نیست که تنها 21 میلیون واحد از اون وجود داشته باشه. به طور تقریبی در هر 10 دقیقه حدود 10,000 توکن دوج کوین ایجاد میشه. این توکن‌ها همیشه در حال تولیدن که این یک عیب بزرگ برای شبکه است و در آینده میتونه باعث عواقب تورمی در قیمت دوج کوین بشه. توکن های دوج کوین رو میشه با ماینرهای لایت کوین هم استخراج کرد. یعنی این ماینرها علاوه بر لایت کوین، دوج کوین هم به عنوان پاداش دریافت میکنن. این ارز اولین مم کوین بازار بود که با رشد توییت های ایلان ماسک رشد های خارق العاده ای رو تجربه کرد و تونست تا رتبه سوم ارزهای دیجیتال صعود کنه. این توییت ها تا جای ادامه داشت که ایلان ماسک اعلام کرد نام موشک بعدی که شرکت اسپیس ایکس قراره برای کارهای تحقیقاتی به ماه بفرسته دوجوان نام داره و قراره تمام هزینه های سفر اون با دوج کوین پرداخت بشه. این خبر باعث رشد انفجاری دوج کوین در کوتاه مدت شد. این روندهای پامپ قیمتی دوج کوین رو از یک ارز بی ارزش و بدون برنامه حالا به یکی از 10 ارز برتر بازار تبدیل کرده که با حجم بازار 32 میلیارد دلاری در رتبه دهم ارزهای دیجیتال قرار داره. شیبا اینو چیست؟ شیبا اینو در سال 2020 توسط شخصی به اسم ریوشی به وجود اومد و مشخص نیست این شخص سازمان خاصی است یا عکس و رزومه خاصی داشته باشه. اسم این ارز با الهام گرفتن از یک سگ ژاپنی به همین نامه. شیبا اینو هم یک مم کوینه که با شعار قاتل دوج کوین پا به عرصه گذاشت و هیچ هدف خاصی یا تیم توسعه دهنده نامداری نداشت. اما بعد از مدتی اعلام شد این پروژه قصد راه اندازی یک صرافی غیر متمرکز به نام شیبا سواپ با محوریت توکن شیبا اینو رو داره. این ارز بر روی بلاکچین اتریوم یا ERC20 قرار داره. وقتی اسم مم کوین ها میاد همیشه اسم ایلان ماسک میدرخشه.
این میلیاردر با توییت های خودش باعث رشد شیبا اینو هم شد و پامپ ها و دامپ های زیادی برای این ارز به وجود آورد. البته که شیبا اینو در کشورهای آسیایی مثل چین طرفدار زیاد داره و سرمایه گذاران کلان و نهنگ های زیادی در این منطقه داره. بررسی اینکه آیا دوج کوین میتونه مثل شیبا یک رالی صعودی 400% رو تجربه کنه یا نه. رشد 400% شیبا مجدد توجه رو به سمت کوین هایی با تم سگ برگردونده و برخی این رو نشونه ای برای پتانسیل رشد دوج میدونن. در ابتدای سال کوین ها با تم های مختلف ستاره های رالی صعودی بودن و اسم‌های بزرگی مثل ایلان ماسک باعث رشد‌های خیره‌کننده‌ای در دوج شدند. با رالی صعودی بیت کوین و توییت ایلان ماسک از یک سگ کوچیک به شکل لوگوی شیبا، دوباره توجه به کوین‌های مم آغاز شده. رشد 400% شیبا همچنین ناشی از توسعه اکوسیستم شیبا است. همچنین شیبا در صرافی‌های بزرگی از جمله کوین بیس لیست شده. با وجود رشد شدید شیبا، اما همچنان دوج با ارزش بازار 32 میلیارد دلار در صدر لیست این کوین هاست. همچنین با بررسی پارامترهایی همچون حجم معاملات و سنتیمنت بازار، به نظر دوج کوین دوباره مورد توجه بازار قرار گرفته. آخرین باری که این اتفاق افتاد، دوج کوین طی 2 روز 26% رشد کرد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما دوباره فصل مم کوین ها شروع شده؟ آیا باید منتظر رشد های انفجاری مم کوین ها باشیم؟ تا آخر سال میلادی برای دوج کوین و شیبا اینو چه قیمتی رو پیش بینی می کنید؟ در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.